داستان یک آدمربایی حکومتی در تهران و تسخیر شهر با تصویر تمام قد زن زندگی آزادی. آخرین خبرها از دختر علوم و تحقیقات. بستری در تیمارستان بر اساس مصاحبه همسر سابق. بیمارستان روانی ابزار دیکتاتورها برای سرکوب مخالفان سیاسی. آهو دریایی کیست؟ کجاست؟ و چگونه با پوشش اختیاری علیه استبداد خامنه‌ای شورید؟ امروز که اوضاع جهان مایه شرم است، ای عشق دل افروز دل ما به تو گرم. صبح شنبه در حالی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی شماری از دختران دانشجو دانش آموز را سازماندهی کرده بود تا در سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا اینگونه از خامنه‌ای تمجید کنند، حدود 10 کیلومتر آن طرفتر در تهران یک زن یکی از مهمترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی را به چالش کشید. این تصویر زنی شجاع در میان جمع است که نام دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را بر سر زبانها انداخت. دختری که در اعتراض به برخورد حراست دانشگاه با نحوه پوششش تصمیم گرفت طغیان کند. کسی که حالا می دانیم نامش آهو دریایی است. 30 ساله و دانشجوی ترم 7 مترجمی زبان فرانسه که شنبه جنبش آزادی خواهی زنان ایرانی را به تصویر کشید. دقایقی بعد گروهی از ماموران لباس شخصی در خیابان مجاور دانشگاه او را روبودند و به مکانی نامعلوم بردند. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او به یک کلانتری برده شده و پس از آنچه اختلال روان ذکر شده به یک بیمارستان روانی منتقل شد. اما سه‌شنبه در حالی که بسیاری نگران سرنوشت آهو دریایی بودند، سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن در اولین اظهار نظر رسمی گفت پرونده او امنیتی نیست. خانم مهاجرانی گفت بازگشت این دانشجو به دانشگاه منوط به گذراندن دوره درمان است. او در توجیه استفاده برچسب بیمار روانی در کمترین زمان ممکن مدعی شد. احتمالاً دلیلش این بوده که قبلاً در آنچه طرح پایش سلامت روان دانشجویان خوانده شده برای او پرونده‌ای در دانشگاه تشکیل شده بود. روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن حامی دولت پزشکیان دوشنبه در سرمقاله‌اش تلویحاً حرکت اعتراضی این دختر دانشجو را به مخالفان رفع فیلترینگ ربط داد و نوشت ممکن است هدف او مسئله سازی برای کشور در شرایط جنگی باشد. رضا رشیدپور مجری تلویزیونی حامی پزشکیان هم با همین نگاه ملامتگر فیلم حرکت اعتراضی آهو دریایی را پورنوگرافی خواند و آن را در جهت مقابله با رفع فیلترینگ تحلیل کرد. موازی که نشان می‌دهد اصلاح طلبان هم به محض سوار شدن بر خر مراد دقیقاً نگاهی مشابه خامنه‌ای به پوشش زنان دارند. سرکوبگر و آمیخته با تئوری توطئه. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنن نمی‌دونن این رو بدونن که پشت این کاری که اینا دارن می‌کنن کیا هستن، قطعاً نمی‌کنن. من میدونم. در ادامه همین نگاه توطئه آمیز، سایت خبری تاپناک نزدیک به اصولگرایان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد آهو دریایی اعتقاد دارد کنترل مغز او دست دیگران است و با ماهواره ذهن او را کنترل می‌کند. این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی از برچسب بیمار روانی برای مقابله با مخالفان حکومت استفاده می‌کند. یک سال پیش رویا زاکری معروف به دختر تبریز را به دلیل شعار علیه خامنه ای در یک بیمارستان روانی بستری کرد. استفاده حکومت‌های مستبد از بیمارستان روانی به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی تاریخی طولانی دارد. علاوه بر آلمان نازی، دیکتاتورهای کمونیست شوروی سابق هم برخی مخالفانشان را در بیمارستان روانی بستری می‌کرد. از جمله والریا نوودورسکیا، آزادیخواه روس که KGB سازمان امنیت شوروی او را با برچسب ابتلا به شیزوفرنی در یک بیمارستان روانی در کازان روسیه زندانی کرد و بعد از فروپاشی شوروی مشخص شد او سالم بود. حالا آهو دریایی را به اینجا بردند، بیمارستان روانی ایران در جاده مخصوص کرج، به این دلیل که آگاهانه علیه استبداد شورید. واکنشی اعتراضی به رفتار حراست دانشگاه برای تحمیل پوشش اجباری با تصویری آزاد از بدنش. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد نوشته آهو از همسرش جدا شد، اما ویدیویی از همسر سابق او منتشر شده که در آن خواسته مردم ویدیوی آهو را منتشر نکنند. من همسر خانمی هستم که امروز این حرکت زشت را انجام داد. رفتار حکومتی که در آن مردان در مقام همسر سابق و یا فعلی بر تن زنان صاحب ولایت هم. زنانی که سالها برای آزادی جنگیدند و هزینه دادند. از 46 سال پیش تا اینجا در خیابان انقلاب در سال 96
وقتی روسری بر سر چوب شد و بعدتر در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی زنان روسری ها را به آتش سپرد. حالا جمهوری اسلامی تمام تلاشش را برای حذف آهو دریایی دختر علوم تحقیقات در جریان روایت های دروغین به کار بسته. کسی که شجاعتش از مرزهای ایران فراتر رفته و تحسین جهانیان را برانگیخته. الیف شفاق نویسنده اهل ترکیه در صفحه اینستاگرامش با اشاره به شعری از فروغ فرخزاد مقاومت آهو را ستود و این کاریکاتوریست ترک در طرحی نشان داد آهو بر سر نظام چه آورد. نظامی که سالهاست با خرج میلیاردها تومان پول و با راه اندازی چنین نمایش‌هایی مشغول اجرای حکم عمومی زندان برای زنان ایران است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران شنبه احتمالاً در اشتباهی ناخواسته برای 10 دقیقه آهو را رهبر انقلاب خواند. پر بیرا هم نگفت. او رهبر انقلاب است. مثل تک تک زنان دیگری که مدت هاست شجاعانه در یک دوی ماراتون انقلابی را علیه جمهوری اسلامی پیش میبرند. انقلابی برای پس گرفتن حقشان بر تن، حق زندگی و حق آزادی. مشتبه پور محسن، لندن.